اخیران 26 این کنفرانس بین المللی موسوم به کاپ 26 برای متحد کردن کشورها به تغییر رفتار در حوزه انرژی به منظور کاهش روند گرمایش زمین در شهر گلاسکو اسکاتلند برگزار شد. نتایج این کنفرانس ادعی را امیدوار کرد و ادعی بیشتری را همچنان ناخوش و ناراضی باقی گذاشت. چه تغییر رفتاری در حوزه انرژی مورد نظر بود که به دست نیامد و چرا به دست نیامد؟ موانع چه بود؟ احسان دانشور کارشناس ارشد حوزه انرژی و محیط زیست مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر فوق لیسانسش را در رشته آبشناسی و مدیریت منابع آب و دکترایش را در کیفیت مخازن در منابع نفت و گاز و پژوهش‌های های مرتبط با آلودگی های آب و خاک در سواحل و دلتا دریافت کرده است و طی سالهای اخیر مطالب تحقیق متعددی در حوزه محیط زیست و بحران منابع آبی منتشر کرده است از نظر او چرا کشورها برای نجات دنیا هم نظر و همراه نمی دانشور به برنامه به بار دیگر خوش آمدید توافقی که 196 کشور در سال 2015 در پاریس کردند برای کاهش گرمایش زمین و بهبود محیط زیست خیلی را نسبت به آینده کره زمین امیدوار کرد در اون زمان ولی با خروج امریکا از اون یه مقداری یست حاکم شد در فضای به امیدوار کننده قبلی حالا شما فکر که نتایجی که در کنفرانس گلاسکو به دست اومده آیا اون امیدواری رو برمیگردونه به سر اگر نگاه کلی داشته باشیم به توافق نهایی که مورد تصویب همه اعضا قرار گرفت در انتها یک توافق شکننده است اگر و این اگر بزرگ اگر همه کشورها به تعهدی که دادن پایبند باشن میشه امیدواری هایی رو دید اگه انگوش بزنیم روی مواردی که میشه به امید یعنی امیدوار کننده است یعنی موارد عمدش چیا هستند موارد عمده اون کاهش سی درصدی متان در طی 20 سال آینده است که کشورهای تولید کننده گاز متان تعهد کردن انجام بدن نکته مهم دیگر در ارتباط با جنگل زدایی بود کشورهای زیادی تقریبا نزدیک به 100 کشور تعهد کردند که به جنگل زدایی پایان بدن که در بین اونها اندونزی و برزیل به عنوان دو تا کشور مهم که در این زمینه همیشه در جهت تخریب جنگل ها فعال بودند دیده میشن و مواردی که همچنان ایده رو نود و, و ناراضی بحث سوخت های فسیلی است ببینید هر اتفاقی هر قراردادی و هر نوع تغییری که در ارتباط با تغییر اقلیم و کاهش گازهای دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای بخواد صورت بگیره تاثیر مستقیمی بر صنعت، تجارت و اقتصاد کشورها داره. در این بین کشورهایی که به عنوان کشورهای در حال توسعه شناخته میشن بیشترین ضرر و آسیب رو خواهند دید چون که در راه توسعه و رشد احتیاج به انرژی ارزان دارن. خب این من پس جالبیه که در ادامه صحبتمون می پردازیم. ولی اینکه به جای خاتمه دادن به زوال سنگ صحبت از اینکه صحبت از کاهش کاهش تدریجی استفاده از زوال سنگ مطرح شد در این کنفرانس و ظاهرا در آخرین لحظه این رو گنجوندن به اصرار هند و چین این چه تأثیری در این که به هدف یک و نیم درجه در سال 2030 برسند خواهد داشت؟ اتفاق خیلی مهم می افتاد در روز آخر تا لحظات آخر متن پیشنویسه که برای توافق نهایی آماده شده بود دو تا مطلب در مورد سوخت های فسیلی یارانه هایی که به سوخت های فسیلی تعلق خواهد گرفت و بحث زغال سنگ مطرح بود و قرار شده بود که کلمه حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی و یارانه هایی که بهش تعلق می‌گیره رو در متن بذارن و در ارتباط با زغال سنگ قرار بود که حذف تدریجی زغال سنگ در فقط برای معادن و پلنت های انجام بگیره که نمیتونن دی اکسید رو به دوباره برگردونن به کره زمین این متن پیش از توافق نهایی بود اما در توافق نهایی تمام اون مطالب خط خورد و فقط بحث زغال سنگ وارد شد که حذف تدریجی جاشو به کاهش تدریجی زغال سنگ داد خب البته اون کسایی که به نیروی محرکه اصلی این تغییر در متن بودن هند و چین بودند و البته استرالیا امریکا هم پشتیبانی کرد از این متن اینا چرا این دو کشور به خصوص اصرار دارن برای اینکه این, این بهار مسئله زغال سنگ به این شکل گنجانده بشه و حس تدریجی به جای برحال از یعنی ب... 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 کاهش تدریجی به جای حذف تدریجی زغال سنگ یک کالای استراتژیکه و بسیار اهمیت بالایی داره در اقتصاد کشورهای در حال توسعه چون که انرژی ارزان تولید میکنه و این انرژی ارزان در نیروگاه ها جهت تولید برق استفاده میشه برق مبنا و پایه توسعه کشورهای مثل هند و چینه که شما شاید هستین در طول چمایت گذشته چین با قطعی برق زیادی روبرو بود کشوری مثل هند باید طبق اون صحبتی که مدیر محیط زیست هند انجام داد در روز پایانی گفت که ما هنوز به مراحل توسعه و مبارزه با فقر نرسیدیم احتیاج داریم به سوخت ارزان و این مطلب رو وارد بحث کرد در این حال چین با پشتیبانی از بحث هند قضیه کل توافق و نزدیک بود به مرحله برسونن که همه نامید شدن یعنی احتمال این بود که ممکن است هیچ توافقی انجام نشه که در لحظه آخر چین و آمریکا توافق نهایی رو با هم انجام دادن به یک توافق رسیدند. در ارتباط با بحث از سنگ در ارتباط با تجارت کربن و همچنین در ارتباط با بحث سوخت های فسیلی که متن نهایی تعدیل شد و به این،, به این, صورت قرار گرفت که مورد توجه کشورهای مثل هند، چین، آمریکا، استرالیا، ژاپن ایران عربستان قرار گرفت و کشورهایی را به شدت ناراضی کرد آها حالا آره چین به تنهایی سی درصد گازهای آلاینده دنیا را تولید میکنه بیش از چند برابر مجموعه کشورهای اروپایی یعنی توجیهش چیه برای این کار وقتی که خودش در این موقعیت قرار داره چین توجیهش این بود که به ما اجازه بدین تا در یکی دو دهه آینده تمام فشارمون رو بر منابع هیدروکربنی و زغال سنگ بذاریم به اون مرحله از رشد اقتصادی که میخوایم برسیم از اون به بعد ما قول میدیم که تا سال 2070 به صفر کربن صفر برسیم چین احتیاج داره به سوخت ارزان واسه نیروگاه های برقش و نیروگاه اقتصاد. اقتصاد در حال بیدار شدن دنیا احتیاج زیادی به کالاهای چینی داره و این کالای چینی تماما احتیاج به برق دارند و برق چین بیشتر بیشترین برق چین از طریق سوخت‌های فسیلی و مخصوصاً زغال سنگ آه. انجام خب در این حال چین چی سرمایه گذاری زیادی روی به اصطلاح اون انرژی باز یابنده چی بهش میگن نمیدونم دقیقا انرژی تجدید پذیر تجدید بله سرمایه گذاری زیادی کرده اون زمینه از جمله انرژی خورشیدی و غیر و اینا آیا در توانش نیست که بتونه این مدت زمان رو کاهش بده از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و کار بیشتر روی انرژی تجدیدپذیر همینطوره که شما میفرمایید چین تلاش خیلی زیادی کرد توی این چند سال گذشته که به این قضیه برسه و همین اتفاق باعث شد که فشار زیادی رو به بحث معادن زغال سنگش بیاره که مصرف رو کم بکنه و مصرف کم زغال سنگ در عین حال با باز شدن اقتصادهای جهانی بعد از پندمی کووید 19 باعث شد که با کمبود شدید نیروی برق مواجه بشه و این خطر رو داشت که کارخونه های زیادی تعطیل شدن حتی میدونیم که نزدیک هفت ایالت چین در خاموشی‌های فرو رفتن که اغ... خطر بزرگ بود برای اقتصادش برای همین چین نمیخواست دوباره وارد تعهدی بشه که اقتصادش رو ضربه بزنه در عین حال چین میخواد هنوز یک بازیگر بزرگ بزرگ جهانی حتی در زمینه محیط زیست قرار بگیره ام... خب همطور که میدونیم بحث ضرورت کاهش گرمایش زمین دهه هاست در ده جریان در واقع این کنفرانس 26 و و مین سالی بود که این کنفرانس برگزار می شود. قبل از اونم بحثش همه جا بود ولی خب در این حال در مقابلش هم برای سالیان سال کسانی بودن و رهبران حتی کشورهایی بودند که منکر گرمایش زمین به دست انسان بودند و اصولا باور نداشتن به این جریان حالا 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 ما به یک مرحله به جایی رسیدیم که رهبران کشورها در مجموعه در کلیت خودشون قبول کردن که این واقعیتیه و باید باش مقابله کرد و در واقع تصمیم, تصمیم راسخ بگیرن سر این مسئله در نگاه اول همینطوره در هفته اول و در دو سه روز اول کنفرانس کاپ 26 در گلاسکو همه شاهد بودیم که رهبران دنیا اومدن سخنرانی‌های احساسی و قوی رو انجام دادن و قول و قرارهای زیادی رو گذاشتن حتی رئیس جمهور هند اگر یادتون باشه خیلی امیدوار کننده وارد شد ولی در انتها دیدیم که در روز آخر هند کشوری بود که باعث تعدیل این قرار داده نهایی شد همچنین آمریکا آمریکا این بحث بحث سیا... بحث سیاسی سیاسی هم هستش در این قضیه وقتی که ما بخوایم بهش نگاه کنیم ببینید جورج بایدن برخلاف ترامپ خیلی قوی ظاهر شد در این کنفرانس و از طریق جان کلی که دستیار ویژه خودش در محیط زیست بود جلسات بسیار فشرده ای رو برگزار کردن نگوشیشن و مذاکرات خیلی زیادی رو انجام دادن با تمام هیئت کشورهایی که تصمیم, تصمیم گیر بودن اما به یک نکته به یک نکته ما باید دقت کنیم که در انتها آمریکا غیر از پیوستن به دو تا از قراردادهایی که بحث متان بود و بحث جنگل ها بود در ارتباط با بحث زغال سنگ و سوخت فسیلی کمی کنار کشید اما در انتها با توافقی که با چین کرد امیدواری های رو نشون داد امه. ببینید حالا همه اینا رو کنار هم وقتی بذاریم برمیگردیم ببینیم که خب در عمل چی میشه همه از کنفرانس کپ برگشتن به کشورشون الان تقریبا نزدیک یک هفته ده روز از اون،, از اون تاریخ گذشته اما وقتی که به خبرهای دیروز نگاه میکنید میبینید که کاخ سفید همین دیروز دستوری رو داد که نزدیک 80 ممیز یک میلیون ایکرز از, از, بله هکتار از قسمت هایی که در خلیج مکزیک هست و به آکشن گذاشتن خب. که بتونن لایسنس های نفت و گاز بله مزایده بله به مزایده گذاشتن برای ام. شرکت های نفت و گاز که اکتشافات جدیدی رو در اون منطقه انجام بدن ام. همچنین منطقه رو در آلاسکا آزاد کردن واسه بحث اکتشاف نفت در حالی که همین بحث آلاسکا یکی از موارد انتخاباتی بین ترامپ و بایدن بود ام. بایدن در یکی از سخنرانی‌های سخنرانی های خودش در زمانی که برای حزب دموکرات میخواست انتخاب بشه به عنوان نماینده حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ام. گفت من تمام آلودگی های از منابع نفت و گاز رو صفر میکنم ام. و با اون وضعیت در گلاسکو واقعا به عنوان یک رهبری که میخواد بحث سبز بودن کره زمین رو جدی بگیری وارد شد اما دستوری که دیروز اومد و دو سه روز قبل دستوری که دستور که نه سفارشی که به شرکت های نفت و گاز دنیا بود برای افزایش تولیدشون یه مقداری ما میبینیم که این قرارداد میتونه شکننده باشه احا. یعنی در واقع چیزی که شما میفرمایید اینه که لزوما رهبران بسیار از کشورها صادق نیستن در موزیکی گرفتن در کنفرانس و میتونه دقیقا عکسش هم عمل بشه و بکنن یعنی عملا اون چیزی که اتفاق افتاد در مورد امریکا همینه دیگه همینطوره ببینید دم... تا چه اندازه فکر میکنیم که نقش شرکت های بزرگ نفتی تو این زمینه بارزه بله هم... همینطوره که شما میگید اه... من اول صحبتم عرض کردم خدمتتون ام. همه اینا بستگی داره که چه مقدار تاثیر بر صنعت تجارت و اقتصاد دنیا میذاره و تا زمانی که مثبت باشه این قضايا همه پیگیری میشه شرکت های نفتی دنیا اگر به من فکر می کنم توی اخبار خود بی, بی سی هم بود چند پیش که بزرگترین لابیست های و گروه مذاکره کننده ای که در کاپ 26 قرار داشتند شرکت های نفت و گاز بودن چون که احساس خطر میکردن از هر گونه پیامدی که بیاد اما در عین حال هر گونه تغییری که ما میخوایم در استفاده از انرژی بدیم به سمت باتری بریم ماشین های باتری صنایع رو بخوایم عوض کنیم همه به برق احتیاج دارن و همه به انرژی احتیاج دارن و این انرژی در مرحله اول از ارزان ترین انرژی که نفت و گاز و زغال سنگه تامین میشه و خب البته کشورهای زیادی دارن تلاش میکنن که از گاز استفاده کنن گاز به عنوان یکی از کم آلوده کننده ترین سوخت های فسیلی مد نظر هستش بسیار خوب به مسئله به مسئله گاز هم میپردن ولی اونهایی که نیمه پر لیوان رو از این کنفرانس میبینن به چند عنوان به دستاوردهای این کنفرانس اشاره میکنن از جمله اینکه میگن که کشورهای زیادی و به خصوص کشورهای مثل استرالیا به رساندن گرمایش زمین به صفر تا سال 2050 متعهد شدن اینکه هند هم رسیدن به صفت درجه را تا سال که خودتون گفتین تا سال 2070 متعهد شده و مسئله دیگه هم که مثبت می‌بینن مسئله اعلام مشترک چین و آمریکا در آخرین لحظه است که باز اشاره کردین برای اینکه برخلاف اختلاف گفتم برخلاف اختلافات متعددی که تو زمینه های ژئوپلیتیک دارن با هم دیگه اینا ولی حاضرن در مسائل اقلیمی در دهه 2020 به طور کلی با هم همکاری خیلی نزدیک داشته باشن این برها مواردیه که البته اگر باز هم پایبند باشن به اینا دیگه بله البته درست میفرمایید نیمه پر لیوان یا قسمت مثبت قضیه این بحث توافقاتی بود که انجام شد و اون درخواستی که واقعا از لایه های پایین NGO ها سازمان های مردم نهاد اومد فعالان محیط زیست پیامشون رو رسوندن فعالان محیط زیست و کسایی که بیرون سالن گلاسکو قرار داشتند در اون دو هفته دو تا چیز رو میخواستند مسئولیت پذیری کشورهایی که تولید کننده گاز دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانی هستند و دوم یک راهکار دقیق و حساب شده برای بحث سرمایه گذاری و پرداخت های مالی هدف اصلی این کنفرانس رو ما میتونیم توی سه قسمت بذاریم یکی اینکه اول کاهش آلودگی و رسیدن به همون یکونیم درجه ای که قرار بوده انجام بشه دوم دوم مطلب افزایش سازگاری و قدرت قدرت سازگاری محیطی با اون و سوم بحث فاینانس اگر این ستا تونسته باشه به هدف خودش برسه ما میتونیم بگیم این کنفرانس موفق بوده در دو تای اول بسیار قدم های خوبی برداشته شد حتی تو بحث سازگاری و بحث آسی پذیری تونستن که بودجه ای رو که داشتن دو برابر کنن و کشورهای زیادی متعهد شدن که این پول رو به, کشور... به کشورهای در حال توسعه و آسی پذیر از تغییرات اقلیمی پرداخت کنند این نکته مثبت بود اما هنوز کشورهای ثروتمند یا توسعه یافته در ارتباط با شناسایی خسارات، خسارت هایی که به این کشورهای توسعه در حال توسعه و یا فقیر وارد میشه رو یه مقدار از نظر تعهد حقوقی بهش پایبند نبودن یا نتونستن ام. امسال بهش برسن که قرار گذاشتن سال آینده در این مورد بحث کنه دقیقاً اون به اون وعده‌ای که در کنفرانس پاریس داده شده بود سر مسئله 100 میلیارد که به کشورهای در حال توسعه کمک بکنن تا سال 2020 در واقع مهلتشون بود و اینا نرسیدن بهش و اون کمک رو نکردن ولی این بار دوباره تجدید کردن که این کار رو بکنن اولی همطور که الان شما خودتون گفتیم به نظر میرسه که تمرکز اصلی بر کشورهای پیشرفته صنعتی هست و کشورهای در حال توسعه البته تو این جریان مطرح شده ولی اونها در واقع از عواقب آلودگی هوا و به اصطلاح گرمایش زمین به نظر میشه لطمات خیلی بیشتری میبینن نسبت به کشورهای پیشرفته مثلا در مورد تصاویر ماهواره‌ای که ظاهرا منتشر شده از منطقه خوزستان در ایران میگن یکی از مناطق دنیاست که بیشترین گاز خطرناک خطرناکی متان رو در وارد اتمسفر زمین میکنه میگن نمیدونم چقدر این درسته ولی محاسبه که شده میگن هر ساعت 95 تن گاز متان از این نقطه وارد اتمسفر زمین میشه می چه کار میتونن بکنن در این زمینه یعنی آیا این کمکی که به وعده دادن اون 100 میلیارد شامل حال ایران هم میشه و آیا کمک به این مسئله میشه که به نظر میشه خطرناکتر از هر چیز دیگه است در برسال چارچوب ایران و میتونه فراتر از ایران هم باشه بله نکته مهم اینه که تغییرات اقلیمی در چارچوب مرزها قرار نمیگیره و فرامرزی هستش و هر اتفاقی در یک کشور دیگه انجام بشه در ارتباط با ایجاد آلودگی بیشتر در اتمسفر خب کشورهای مجاور یا قسمت‌های دیگه‌ای از کره زمین هم تحت تاثیرش قرار می‌گیرن. ببینید در ارتباط با گاز متان، ایران جزو اون صد کشوری که تعهد کردن که گاز متانشون رو تا ۳۰ درصد کاهش بدن در 20 سال آینده، قرار نداره. اما ایران در چند سال گذشته تلاش‌های رو انجام داد که بتونه سرمایه‌گزاری‌های رو جلب کنه که گاز متان حاصل از فعالیت های نفت و گازی رو که داره مخصوصا در قسمت جنوب غربی کشور اینا رو منتقل کنه به یک پالایشگاه و در اونجا بتونه اونا رو تصویه کنه و به صورت گازهای های کم خطرتر یا به اتمسفر بفرسته یا بسوزونه یا حتی به عنوان میانات گازی به فروش برسونه مقادیرشو این نکته بود ولی خب چون هیچ گونه سرمایه گذاری انجام نشد و الان اولویتی هم براش قائل نیستن خب این گاز به اتمسفر میره و همونجور که میدونید دو تا منشأ برای این گاز متان به اتمسفر حتی سه تا هست ولی خب در اص... یکی مستقیم از خود هب... ح... از خود یا از پالایشگاه ها در اثر خرابی خط لوله ها یا هر دیگه مستقیم به اتمسفر میره و دوم متانی که حاصل از سوختن گازهای سر چاهی بر روی فلر هاست که در صورتی که تکنولوژی خیلی بالا نباشه سوخت ناقص انجام بشه متان زیادی تولید میکنه این قضیه وجود داره و متاسفانه تاثیر مستقیم به مردم محلی داره بزن. که ما میدونیم باران های اسیدی که ایجاد میکنن نه فقط متانش برای بقیه, بقیه عناصری که به, آس... به اتمسفر خب البته یک موردی که اشاره کردیم مسئله اینکه که سرمایه در ایران در به خصوص صنایع نفت و گاز و اینا نشده طی این سالها شاید بخشیش به دلیل تحریم‌هایی بوده که ایران باش مواجه هست آیا امکان این هست که در مورد مسائل محیط زیستی احیانا کشورهای غربی در مورد ایران تصمیم خاص بگیرن یا مطرح شده جایی احتمالش هست ببینید در کنفرانس گروه که هیئتی که از ایران اومدن خب هفته اول هیچ کس از ایران حضور نداشت و در هفته دوم ریاست سازمان محیط ایران حضور داشت سخنرانی داشتن و من فکر می‌کنم که خیلی بهتر به یک استراتژی تر میتونستان وارد بشن ببینید امکان همه گونه مذاکره هست یک مذاکره کننده قوی در همچین گروه های همیشه باید با پیشنهاداتی بیاد و می این میتونست به عنوان اینکه ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارنده زخایر نفتی و گازی دنیا مطرح است و پتانسیل آلودگی زیادی میتونه داشته باشه در این حال یک بازیگر بزرگ میتونه قلم داد بشه در, این در زمین بحث انرژی بیاد جلو و مذاکراتی رو انجام بده خب متاسفانه این فرصت شاید به طریقی از دست رفت, از دست رفت و خب شما وضعیت ایران در زمینه بازار گاز دنیا میدونید که چجوری است الان ایران دومین دارنده ذخایر گاز دنیا بعد از روسیه است اما وقتی که به جدول صادر کننده های گاز نگاه میکنید اون ایران در تقریبا در نزدیکی های تای جدول است باید ببینیم که این سیاست ها چجوری میتونه بیاد در کنار هم کمک بکنه که اون بودجه ای که برای کشورهای در حال توسعه هستش جذب جذب بشه من فکر می کنم که احتما... احتمالش بود اما خب به بحث بحثای سیاسی رو نمیشه پیش بینی کرد مسئله دیگه ای که چون شما حوزه تخصصیتون آب هم هست دوست دارم یه سوال در این زمینه هم بکنم و اون اینه که مشکلات آب در ایران خب همطور که میدونیم بسیار بسیار وخیمه یعنی مشکلات بسیار زیادی مردم با روبرو رو هستن به خصوص در خوزستان خب ما خیلی از کشورهای همجوار ایران به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مینام سال بگذره و بارون نمیاد ولی در این حال هیچ مشکل آب ندارند و اغلبشون هم از طریق تصفیه آبهای دریا دارن آب آبشون رو تعمین میکنن حتی گفته میشه که دوبه اونقدر آب تصفیه میکنه که مازاد داره و برمیگردونه به دریا چرا ایران این کار رو نمیکنه و مشکل آبش رو از این طریق حل نمیکنه تصویه آب دریا که یک آب بسیار شور هست با شوری بسیار بالا و رسوندنش به مرحله‌ای که بشه اون قابل آشامیدن باشه و در استاندارد آشامیدن باشه آب گرونی خواهد بود اما به عنوان یک راه حل میتونه بهش پرداخته بشه مخصوصا برای شهرهایی که در مرز در مرزهای ساحلی و نزدیک به ساحل قرار دارند بتونن مصرف آب شور بشون و از طریق شیرین کردن آب دریا انجام بدن ببینید در ایران مسئله آب همونجور که شما گفتید یک مسئله بسیار بسیار پیچیده شده و خب یک داستانی بود قدیم توی مدرسه های ما همیشه به ما میگفتند که آب شیرین نما داره به دریا میره باید جلوش گرفت ولی هیچکس به قسمت دوم این جمله دقت نمیکرد اما باید حقابه های پایین دست رو هم در نظر گرفت نه فقط برای بحث افرادی که اونجا زندگی میکنن برای اینکه اون آب شور بر میگرده و زمین رو شور میکنه و سرزمین رو از بین میبره در خوزستان صدسازی های بسیار زیادی صورت گرفت و آب شیرین رو در معرض تبخیر قرار دادن و این تبخیر بسیار زیاد از یک پهنه گسترده آب باعث شد که مدیریت منابع آب دچار خطا بشه اونجا وقتی که یک کشوری که در خاورمیانه مثل کشور ما با اون تغییرات اقلیمی شدیدتر از خیلی از نقاط دیگه دنیا قرار داره هر گونه تغییری که باعث آسیب پذیری محیط زیست بشه خطر خطرناکتر خواهد بود ببینید تأمین آب باید بر اساس منابع و مصارفش باشه ما نمیتونیم آبی رو از دریای خلیج فارس شیرین کنیم ببریم که به صنایعی که توی یزد یا به مناطق مرکزی و کویر داریم بدیم ما میتونیم صنایع صنایعی که آبر هستند و مصرف آب زیادی رو در سواحل ایجاد کنیم ببینید اینا اینا نکاتی هست که باید بهش پرداخته بشه بعد بزرگی کشور ایران و پراکندگی جمعیتش خب با جمعیتی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و پراکندگیشون هستن قابل و مقایسه نیست اما مدیریت منابع آب در کشور بسیار ضعیفه کشور رو با توجه به تغییر اقلیم که دو اگر این دوتا دست به دست هم میدن در شرایط بسیار بسیار آسیب پذیری از نظر محیط زیستی قرار داده آقای احسان دانشور خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه به بار دیگر متشکرم ممنونم شما